توی این ویدیو میخوام 5 تا از بهترین دوربین هایی که برای فعالیت و تولید محتواهای ویدیویی روی یوتیوب و برای ولاگری مناسبه رو به شما معرفی کنم. اگه دوست دارید که بدونید که چه مدل دوربین هایی برای یوتیوبر شدن و برای ضبط ویدیو مناسبه، ادامه ویدیو رو تماشا کنید. من محسن نبوی هستم و این کانال ویدیو بازه. اگه به ویدیوهای این کانال که در رابطه با دنیای ویدیو و کارکردهای مختلف ویدیو هست علاقه‌مند هستید، پیشنهاد میکنم دکمه سابسکرایب کنار کانال ویدیو باز رو بزنید و به ما ملحق شید. و اگه اون دکمه زنگوله کنار اون رو هم بزنید، از جدیدترین ویدیوهایی که روی کانال قرار میدم از طریق نوتیفیکیشن مطلع میشید و میتونید تشریف بیارید اون ویدیوها رو تماشا کنید. بریم با هم ببینیم که این 5 تا دوربینی که پیشنهاد شده برای تولید محتوای ویدیویی توی یوتیوب و برای ولاگری چه چیزاییه. اولین دوربینی که میخوام به شما معرفی کنم دوربین کانون G7X مارک 2. دوربینای سری G کانون معمولا محبوبیت خاصی بین یوتیوبرها و ولاگرها داره و این سری از دوربینا معمولا قابلیت دوربینای حرفه‌ای DSLR رو داره، به علاوه این که با اون اندازه کوچک و اون طراحی خوبی که براش در نظر گرفته شده، این امکان رو میده که افرادی که به دنبال ضبط ویدیوها هستن مثل ولاگرها و یوتیوبرها ترجیح بدن از این مدل از دوربین‌ها استفاده کنن برای تولید ویدیوهای خودشون. توی سری دوربین‌های کامپکت جز گزینه‌های ایده‌آل به حساب میاد و معمولاً از طرف یوتیوبرها و ولاگرها پیشنهاد داده میشه که از این دوربین استفاده کنن برای ضبط ویدیوهای خودشون. یکی از بروزترین این دوربین‌ها هم همین دوربین کانون G7X مارک 2 که توی سال 2016 معرفی شده و خیلی ویژگی‌های خوبی داره برای اینکه کسانی که به دنبال این هستن که محتوای ویدیویی تولید کنن توی یوتیوب یا کار ولاگری انجام بدن، بیان به سمت این دوربین و از قابلیت‌های اون استفاده کنن. لنز که یکی از المان‌های مهم هر دوربین به حساب میاد، توی این دوربین یک طراحی و یک ویژگی فوق‌العاده داره. 31 نقطه فوکوس داره که همین باعث شده که دقت و کیفیت خوبی رو بشه توی تصاویر به دست آورد و بتونه یک کیفیت قابل قبولی رو به کسانی که دارن ازش استفاده میکنن بده. قیمت مناسبی داره، یک بدنه خیلی سبک و مقاومی داره با توجه به شرایط مختلفی که ولاگرا دارن، خیلی آپشن خوبیه که بخوان از این دوربین استفاده کنن. یک سنسور و پردازشگر با کیفیت داره و رزولوشن فیلم برداری که میده 1920 در 1080، یعنی یک کیفیت قابل قبول و استانداردی که میشه ازش استفاده کرد برای تولید محتواهای ویدیویی توی یوتیوب یا کارهایی که مربوط میشه به تولید ویدیوهایی با این مدل از کیفیت‌هایی که نیازه. فاصله کانونی و اون F1.8 و 2.8 که داره یک جورهای اون رو شبیه کرده به دوربین‌های حرفه‌ای، ولی با این تفاوت که خیلی از ویژگی‌های دست و پاگیری که دوربین‌های حرفه‌ای دارن رو این دوربین نداره و کار کردن با اون رو آسون میکنه و خیلی از افرادی که دوست دارن محتوای ویدیویی تولید کنن توی یوتیوب یا کار ولاگری انجام بدن، معمولا این جزء دوربین هایی هست که یوتیوبرها و ولاگرها پیشنهاد میدن برای استفاده کردن از اون. دومین دوربینی که میخوام به شما معرفی کنم دوربین پاناسونیک لومیکس FZ80 یا FZ82. این دوربین قابلیت‌های خیلی فوق‌العاده‌ای داره که باعث شده یوتیوبرها و ولاگرها بیان سمت این دوربین و از اون بخوان استفاده کنن. لرزشگیر بسیار قدرتمندی که توی این دوربین تعبیه شده به یوتیوبرها و ولاگرها کمک می‌کنه توی فیلم برداری‌هایی که حرکت دارن بخوان از این قابلیتش استفاده کنن و اونها رو کمک می‌کنه که تصاویر بهتر و تمیزتری رو موقع ضبط ویدیوهاشون داشته باشن. رزولوشن فیلم برداری این دوربین 4K، یعنی یک کیفیت فوق‌العاده عالی برای ضبط محتواهای ویدیویی که خیلی می‌تونه کمک کنه به افراد برای اینکه حالا توی شرایط مختلفی که می‌خوان فیلم برداری کنن، کیفیت‌هایی که می‌خوان داشته باشن یک کیفیت فوق‌العاده و کامل باشه. امکان ضبط ویدیو با فریم ریت بالا روی این دوربین‌ها تعبیه شده که کمک می‌کنه که ثبت ویدیوها با شرایط اسلو موشن خیلی عالی و درست انجام بشه و خیلی از یوتیوبرها و ولاگرها از این قابلیت استفاده میکنن و توی
اون تنوع بصری و اون تکنیک هایی که میخوان استفاده کنن دستشون رو باز میذاره. اگر بخوایم که تصویری که یعنی اون رزولوشنی که موقع فیلم برداری داشته باشیم 4K باشه، این دوربین میتونه با 30 فریم بر ثانیه این کار رو انجام بده. اگه بخوایم با 120 فریم بر ثانیه این کار رو انجام بدیم، خروجی که به ما میتونه بده 720 در 1280 و همینجور حالا اسلومیشن و فریم ریت بالاتری مثل 240 فریم بر ثانیه خروجی که میده 480 در 640. و این تنوع و قابلیت خیلی خیلی دست یوتیوبرها و ولاگرها و کسایی که میخوان محتوای ویدیویی ضبط کنن رو باز میذاره که بتونن از این قابلیت به خوبی استفاده کنن. امکان اتصال به وای فای رو داره که خیلی کمک میکنه توی راحت تر کار کردن با این دوربین، و سنسور و پردازشگر فوق العاده با کیفیتی که این دوربین داره، کیفیت و اون شارپنس بالایی که میده جزء ویژگی های خیلی مهم و قابل ذکریه که میتونیم برای این دوربین به حساب بیاریم و یه جورایی توجیه کنه که این دوربین چه قدرتی میتونه برای ضبط ویدیوهای ما داشته باشه. عملکرد عالی که توی شرایط کم نور داره و همین حالا به قولن ترکیبش با محدودیت دیافراگمی که این داره F2.8 تا 8 که این دوربین میتونه داشته باشه، فوق العاده برای یوتیوبرها و ولاگرها کارکرد داره و برای اونها مفیده. یکی از ویژگی‌هایی که این دوربین داره و میشه واقعا جزء امتیازای این دوربین به حساب آورد، داشتن تکنولوژی DFD، یعنی با استفاده از این تکنولوژی شما فاصله نسبت سوژه به سرعت رو میتونید محاسبه کنید. یعنی این تکنولوژی کمک میکنه به این کار که برای فوکوس با تشخیص کنتراست بالا خیلی به درد میخوره و اون رو محاسبه میکنه و توی ردیابی های سوژه و فالو کردن های سوژه با شارپنس بالا خیلی به درد میخوره این تکنولوژی، که کمک میکنه تصویرهایی که از طریق این تکنولوژی و این دوربین داره ضبط میشه تصویرهای صحیح‌تر و درستری باشه و ما بتونیم از اونها توی کار تولید محتوای ویدیوییمون و ولاگریمون ازش استفاده کنیم. میرسیم به سومین دوربین که باز هم از کمپانی کنونه، کنون EOS 80D، دوربین نیمه حرفه‌ای و فوق‌العاده برای کار یوتیوبری و ضبط محتواهای ویدیوییه که ولاگرهای زیاد و یوتیوبرهای زیادی دارن از اون استفاده میکنن و اون رو پیشنهاد میدن. یک دوربین با یک سنسور فوق‌العاده قدرتمند 24 مگاپیکسلی که خب طبعاً با همچین قدرتی تصاویر و اون کیفیت تصاویری که به ما میده فوق‌العاده به درد میخوره برای کار تولید محتوای ویدیویی و تولید ویدیوهایی که ما نیاز داریم توی بحث یوتیوبری و ولاگری ازش استفاده کنیم. سنسور و پردازشگر این دوربین هم فوق‌العاده با کیفیت و جزء آپشن ها و قدرت های این دوربین به حساب میاد و سیستم فوکوس اتوماتیک 45 نقطه ای که لنز این دوربین داره اون رو یک جورهایی در کنار اون سنسور 24 مگاپیکسلیش به عنوان یک دوربین شبه حرفه‌ای میتونه به ما معرفی کنه و ما رو قانع کنه که از اون بخوایم استفاده کنیم. یکی از ویژگی‌های خیلی خوبی که این دوربین داره جنس بدنه اونه که از پلی‌کربنات تشکیل شده و همین طراحی و همین کیفیت بدنه‌ای که داره با ویژگی مقاوم بودن در برابر رطوبت و گرد و غبار و شرایط بیرونی باعث شده که جز آپشن هایی باشه که خیلی از ولاگرهایی که کار ولاگری سفر انجام میدن دوست داشته باشن از این دوربین استفاده کنن و این مقاومتش در برابر رطوبت و گرد و غبار جز آپشن هایی که خیلی از یوتیوبرها و ولاگرها به دنبال همچین ویژگی هایی هستن برای دوربین های خودشون موقعی که میخوان ویدیوهای خودشون رو ضبط کنن و محتوای ویدیویی رو تولید کنن. از ویژگی‌های دیگه‌ای که بخوام در مورد این دوربین به شما بگم، قابلیت اتصالش به وای فای که خب خیلی راحت میکنه کار کردن با این دوربین رو، و رزولوشن فیلم برداری که این دوربین میده 4K نیست، اما رزولوشن فیلم برداری فول HD به ما میده با نرخ 60 فریم بر ثانیه که خیلی میتونه کیفیت عالی باشه برای محتواهای ویدیویی. به علاوه این که فرمت
موو و MP4 رو ساپورت میکنه موقع ضبط ویدیو و همین کار خیلی از یوتیوبرها و ولاگرها رو راحت میکنه توی این استفاده از ویدیوهایی که میخوان برای یوتیوب و کار خودشون توی کار ولاگری استفاده کنن و ازش بهره بگیرن. یکی دیگه از ویژگی هایی که این دوربین داره وزن مناسب برای این مدل از دوربین هاست که توی مدل دوربین های SLR نیمه حرفه‌ای جزء دوربین هایی به حساب میاد که وزن قابل قبول و وزن منطقی داره. البته این وزن رو که من خدمت شما دارم میگم وزن بدنه و بادی اونه و بدون حالا اون لنز های مختلفی، چون ممکنه شما لنز خیلی سنگینی رو اون بذارید و وزن اون رو زیاد کنه، ولی به صورت استاندارد وزن جزء دوربین هایی که وزن مناسبی براش در نظر گرفته شده و خیلی از افرادی که دارن تولید ویدیو میکنن از این مدل از ویدیوها دارن استفاده میکنن. این دوربین یکی از دوربین هاییه که تقریبا تمام یوتیوبرها و ولاگرها به نوعی جز لیست اونها قرار میگیره، برای اینکه به کسی اگر بخوام پیشنهاد بدم بابت دوربین هایی که مناسبه برای کار ولاگری و یوتیوبری. و در حقیقت ورژن تکمیل شده 70D که خیلی از یوتیوبرها همچنان دارن از اون دوربین مدل پایین‌تر استفاده میکنن، ولی این دوربین توی سال 2020 جز دوربین هاییه که خیلی از یوتیوبرها و ولاگرها دارن اون رو پیشنهاد میدن و قابلیت واقعا خوبی داره نسبت به حالا کارکردهایی که ما به عنوان یوتیوبر و ولاگر بخوایم ازش انتظار داشته باشیم، جز دوربین هایی که واقعا قابل توجیه استفاده از اون برای تولید محتواهای ویدیویی و کار کردن روی یوتیوب و کار ولاگری. چهارمین دوربینی که توی این لیست 5 تایی میخوام به شما معرفی کنم دوربین فوق‌العاده سونی آلفا 7R 2ه. این دوربین یک جورایی اولین دوربین فول فریم جهان به حساب میاد که با توانایی ضبط ویدیوی 4K در قطع 35 میلیمتری یک جورایی خودش رو از خیلی از دوربین‌های رده خودش مجزا و متمایز کرده. این دوربین به واسطه قابلیت فول فریم بودنش و شرایطی که داره، تصویرهایی که به ما میده در زمان ضبط ویدیو خیلی اصطلاحاً لوک سینمایی تری داره و خیلی شبیه به تصاویریه که ما خیلی وقتها توی فیلم های سینمایی میبینیم. این قابلیت دقیقاً یک قابلیت به نظر من فوق‌العاده برای یک دوربین میتونه باشه که هم بشه ازش یک لوک سینمایی گرفت و همین که این توانایی و این پتانسیل رو داشته باشه که بتونی در کار یوتیوبری و ولاگری ازش استفاده کنی. سنسور فوق‌العاده قدرتمند 42 مگاپیکسلی اون یه قدرت عجیب به این دوربین داده و خیلی از افرادی که شاید مشغول فیلمسازی و ساختن تیزر و کارهای حرفه‌ای تر بحث تولید ویدیو هستن دارن از این مدل از دوربین استفاده میکنن. حالا مدل های بالاتر همین آلفا 7 یک قابلیت های دیگه ای داره که خیلی حرفه‌ای تره، اما این دوربین یعنی دوربین آلفا 7R 2 کاملا متناسب برای کسانی که میخوان محتوای ویدیویی حرفه‌ای درست کنند. این دوربین به واسطه حالا ویژگی هایی که داره یک عملکرد عالی توی شرایط کم نور داره که این خیلی کمک میکنه به افراد برای اینکه بتونن تصاویر بهتر و تصاویر خوبی رو در نورهای کم ضبط کنن و ازش محتوای ویدیویی تولید کنن. رزولوشن فیلم برداری این دوربین همونطور که گفتم 4K و فوق‌العاده این امکان رو میده که شما بتونید تصاویری که دارید ضبط میکنید تصاویر با شارپنس خیلی بالا باشه که میتونه در موقع تدوین دست شما رو باز بذاره که بتونید تصاویری که دوست دارید رو از توی فریم های خودتون در بیارید. یکی از قابلیت های دیگه‌ای که این دوربین داره امکان استفاده از لنزهای خارجیه، یعنی لنزهای حرفه‌ای و لنزهای سینمایی و اتوماتیک روی این دوربین سوار میشه که در کنار اون قابلیت فول فریم بودنش خیلی خیلی قدرت عجیب و بالایی به این دوربین میده برای اینکه
کسانی که میخوان محتوای ویدیویی حرفه‌ای تولید کنن بیان سراغ این مدل از دوربین ها و یک جورهایی از این ویژگی استفاده کنن برای اینکه کیفیت و اون کوالیتی و لوک تصویرهایی که دارن میگیرن رو به سمت حرفه‌ای بودن ببرن. دوربین پنجم و دوربین آخری که بهتون معرفی میخوام بکنم دوربین کانون EOS ربل T6. این دوربین جزء دوربین‌های مبتدی DSLR با قیمت مناسب به حساب میاد که در حقیقت برای کسانی که میخوان شروع کنن کار کردن با دوربین‌های DSLR حرفه‌ای‌تر گزینه مناسبیه که از این دوربین شاید شروع کنن برای ضبط ویدیوهای خودشون و تولید محتواهای ویدیویشون. یکی از ویژگی‌های خوبی که این دوربین داره اینه که نسبت به قیمتش ارزش خرید بالا و خوبی داره و قابل توجیهه و طراحی که برای این دوربین کانون انجام شده یک طراحی فوق‌العاده خوب و راحته که باعث میشه کاربر و کسایی که کار فیلمبرداری رو دارن انجام میدن با این دوربین راحت باشن، وقتی که دوربین رو توی دستشون میگیرن احساس خوبی داشته باشن و بتونن به خوبی با این دوربین کار کنن. سنسور 18 مگاپیکسلی که این دوربین داره کیفیت قابل قبولی رو توی تصاویر میده و در کنار عملکردی که توی شرایط کم نور داره اون امتیازهایی که نیاز دارن یوتیوبرها و ولاگرها و کسانی که دنبال تولید محتوای ویدیویی هستن و در مکانها و شرایطی قرار میگیرن که نور کمیه جز امتیازات این دوربین حساب میاد. رزولوشن فیلم برداری توی این دوربین فول اچ دی و 4K نمیگیره، ولی با این حال فول اچ دی که این دوربین به صورت خروجی داره میده قابل قبوله و محتوایی که میتونیم از این دوربین و ضبط این دوربین به دست بیاریم محتوای استاندارد و کافی میتونه باشه. از ویژگی های خوبی که توی این دوربین میتونم برای شما عنوان کنم بدنه این دوربینه که از جنس پلاستیکه و جایی که دست فیلمبردار و عکاس قرار میگیره یک روکش لاستیکی داره برای جلوگیری از لیز خوردن و راحتی حملش که خیلی از افراد و خیلی از فیلمبردارها این رو به عنوان یک امتیاز برای دوربین خودشون میدونن که بتونن راحتتر دوربین رو در دستشون بگیرن و جنس بدنه که این دوربین داره به طوریه که جای انگشت روی این دوربین نمیمونه و همیشه سر و شکل تر و تمیز و خوبی رو به این دوربین میده موقعی که دارید داشت کار میکنید. این 5 تا دوربینی که به شما معرفی کردم جز دوربین هایی که یوتیوبرها و ولاگرهای جهان در سال 2020 معرفی کردن. با توجه به ویژگی هایی که به صورت کلی برای هر کدومشون بررسی کردیم خیلی میتونه در تولید محتواهای ویدیویی با کیفیت و استاندارد به شما کمک کنه اگر به دنبال تولید جدی محتوای ویدیویی روی یوتیوب هستید، اگر به دنبال این هستید که یک ولاگر حرفه‌ای باشید، جزء گزینه‌هایی که میتونید بهش فکر کنید و با توجه به شرایطتون و بودجه‌ای که دارید یکی از اینها رو انتخاب کنید و ازش استفاده کنید. ولی همیشه برای شروع پیشنهادی که میشه اینه که از ابزاری که در دسترس دارید مثل موبایلتون استفاده کنید و بعد از اینکه کار تولید محتوای ویدیو و کار کردن و فعالیت کردن روی یوتیوب و ولاگری براتون جدی شد میتونید تجهیزات کاملتری بگیرید که یک بخشی از این تجهیزات دوربین شما خواهد بود که میتونید از این 5 تا گزینه یکی از اونها رو انتخاب کنید. موفق باشید.